خیلی ایشون فعال بودن، برای جاهای مختلفم کار میکردن، یعنی یه مقداری برای ضبط خود فرنگونر بود، یه مقداری برای تالار رودکی بود، یه مقداری هم بعدها برای رادیو شد. رفتم استودیو تو رادیو و ساعت ده و نیم یک برنامه نیم ساعته گلها ترتمیز و ضبط شده کامل میامدیم بیرون. پرکاریشون بود که تمام کارهای مرحوم درویش خان ما اجرا کردیم با ایشون، ضبط شده. تمام کارهای استاد سبا، کارهای مرحوم خالقی، کارهای رکن‌الدین مختاری و کارهای خودشون. یعنی آقای پایبر به نوبت تمام بزرگان موسیقی مملکت ما رو همه رو بهشون دونه دونه میپرداختن، که وظیفه همه ماها بوده که باید هم این کار بکنیم. تمام ردیف های قدیمی رو باید خود صاحب ردیف ها زده بودن، یعنی ردیف میرزا عبدالله که قبلا زده بودن، در کودکیشون ردیف استاد سبا رو با خود استاد سبا زده بودن، ردیف های معروفی رو با خودشون زده بودن، ردیف های دوامیر رو با خودشون زده بودن، تصنیف های دوامیر از خودشون، یعنی اصلا سوای اون ذوق و سلیقه‌ای که در آهنگسازی داشتن، در نوازندگی داشتن، کاری که کرده بودن، سوای اونا یک مرجعی بودنشون که همه جانبه موسیقی ایرانو پشت رو بلد بودن و همچی سابقه اصلا ما نداریم، در من تا به حال ندیدم. با پای فشاری استاد پای و خیلی جالب بود که اصلا تعصب داشت که باید این انجام بشه، همچین چیزی من در عمرم ندیدم که سرگروهی اینقدر تعصب کار داشته باشه و واقعا تعصب داشت و کار میکرد و وادار میکرد همه اجرا کنم. البته هنرمندان دیگه ظریف و ناهید و اینا اسماعیلی فوق‌العاده بودن، نه هیچ موقع اعتراض، هیچ کدوم اعتراض نمی کردن، خودشون هم مایل بودن و به اتفاق تونستیم بعد از یک ماه این ضبط کنیم و من واقعا مریض شدم، من یک ماه مریض بودم بعد از ضبط، چون یک ماه ما شب روز کار میکردیم روی این تمرینات. روزای یک شنبه و چهار شنبه با ایشون تمرین داشتیم، 9 صبح شروع می کردیم تا 1-2 بعد از ظهر کار می کردیم، انقدر می زدیم که دیگه همه حفظ باشن. باور کنید 1000 بار، شاید خیلی بیشتر از این، یعنی موقعی که دیگه فکر می کردی دیگه مولا درز این قطعه نمی ره، دیگه آخرین باره که داریم می زنیم، از اونجا دفعه آقای پایبرم گفت بچه ها 5 بار دیگه هم بزنیم، حالا یه قطعه مثلا 5-6 دقیقه رو 5 بار دیگه هم شما موقع بزنی تقریبا نزدیک به 1 ساعت وقت میبره. باز آقای پایور از جایی شروع سنتور رو که دیگران تمام کردن، مطالب نو و تازه ای بود انجام دادن که دیگران یاد گرفت. راه رفتنش هم تند بود، یه جور نبود که بیادم آدم باش قدم بزنه، سریع، همه چیزا سریع، زود بشیم سر رو که فورا بزنیم اینا، انضباط شاره واجب بود دیگه، اون نوانس ها اگه چیز نداشته باشه نمیتونستن اجرا کنن. الان یادم میاد که بهترین ارکستر بود برای من اما موقع الان تا حالا، هنوز من اون چیزها رو که با هم بودن و چون ما همیشه با هم بودیم این ارکستر اینا، میدونستیم که هر کدوم چه سبکی داریم، چه جوری میزنیم. اینه که میبینید تو کاراشون همه مثلا سازا یک دست هستن، اون عشق و علاقه به کار، تعصب رو کار. مثلا استاد پاوی نه که چون دلیل اینکه موزیسین بزرگی بود، چون تعصب داشت به کارش، تعصب داشت به کارش، یعنی هیچ موقع من ندیدم یه دقیقه دیر بیا سر کار، یه دقیقه دیر برسه. نوشتن خیلی زیاد، تدریس کردن، آهنگسازی کردن و چون صاحب سلیقه بودن و موسیقی رو عمیقاً بلد بودن، تأثیر شگرفی در موسیقی داشت.